بهار نوتان باز هم مبارک باشه. من در خدمتتون هستم، یک بخش جالب دیگر تقدیمتان میکنم و ممنون از رویا جان و هوا جان که بخش قبلی برنامه را تقدیمتان ساختن. یک مهمان بسیار عزیز و شیرین و مقبول با خود دارم که میخوایم حرفای شنیدنی و جالب را همراهشان داشته باشم. بانو انجینیر امانیه رحیمی، خیلی خوش آمده با برنامه. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر میکنم از برنامه خوبتان که ما رو دعوت کردین تا بتانیم کمی خود ما و دیگر ها خوش باشین. بله امانیه جون، امشب میدونین که چهارشنبه سوری هست و چهارشنبه سوری هم آخرین چهارشنبه سال است که قرار است بعد از این سال نو شو ما یک سال جدید را آغاز بکنیم. بیا پیش از که روی بقیه مورد بریم، در این سالی که گذشت تا به امروز بگویید بر ما که چگونه برتان گذشته، چقدر برتان پر دستاورد بوده، چقدر در اون چالش ها مشکلات را دیدین که حالا دیگه با همه این چالش ها مشکلاتش داریم پشت سر میگذاریم. بسیار خوبه، سال که گذشت خیلی سال خوبی بود برای خودم. البته خیلی دستاوردهای بزرگی از این سال به دست آوردم و امید دارم که در سال آینده دو چند از این افتخاراتی که داشتیم به دست بیارم. واقعا خیلی سال عالی بود، سال پر دست آورده بود، بخاطر که میخواستم به هدفم برسم. تا انده که در هدفم نزدیک شدم و خوش هستم که تلاش کردم تا بتانم به هدفم نزدیک شدم و به دستش بیارم. بسیار عالی. امانیه جان، میگن همکارا و دوستای شما که وقتی که به دفتر میایین هر روزی که میگذره، مثلا هر 3 روز یک بار، 2 روز یک بار شما با یک لباس نو به دفتر کارتان میرین، این رازش در چی است؟ بعضی هم میگن که شما یک فروشگاه را زدین. نه خیلی نیوتی اگر بخونیست، این رازش بایسته که تشکر کنم از مادر جانم، چون زحمت میکشن، همیشه تلاش میکنن، چون یک دختر داره نازدانه است، دیگه باید از این کار انجام بده. خو خودشان واقعا دوست داشتنی است. تلویزیون برشان سلام تقدیم میکنم، دوستایشان هم میبوسم به خاطر زحمتشان. و همیش میگه روز هفته ای را که نو آغاز میکنی با یک لباس نو، با یک شادی نو، با یک خوشی نو که دفتر میری، باید است که لباس نو بپوشی تا خوش باشی تا هفته آینده میشه. باز من منتظر میباشم کشور جمعه میشه چون و کلای نو بیایه، کلای نو بیایه و برای من لباس نو دیزاین نو. من این نگفته نمانه که در کل دختران نازانه هستن و من همیشه لباسی که مادر جانم میدوزنم میپوشم و فعلا همین لباسی هم که در تن تن از من هستن دیگه اون رو برتانم میزیم. تمامش فکر میکنم ساخته دست مادر است و مادرها رو به طور جداگانه ما باید ازشان قدردانی بکنیم. واقعا واقعا مادرها دوست داشتنی است و الگوی زندگی ما مادرای ماست، معلم زندگی ما مادرای ماست. تا مادرای ما نباشه ما دیگه موفق بوده نمیتونیم. نمیتونیم هر روز کالای نو پوشیده بریم دفتر که تومت زدن فروشگاه رو سر ما بکنن. بیاین از این گپ بزنین که سال نو که قرار است آغاز بکنین، فکر میکنین که با چی پیام میتونه یک سال بهتر شوه برای همگی؟ چون هر کس پیش خود یک ایده و مفکوره داره و دوست داره که در سال جدیدی که پیش رویش هست یک هدف جداگانه برای خود مشخص بسازه. هدف شما برای سال جدید چیه؟ هدف ما سال جدید هست که من بتانم سال قبلی که پلانی که داشتم به هدفم نرسیدیم، تلاش کنم، زحمت بکشم به مو هدفی که میخواستم در اون سال نرسیدیم، در سال آینده سال جدیدی که هست برسم. و حد از ایدیای همگی همی هست که صلح بیایه و آرامش باشه و تمام کرد آرامش زندگی کنه. و از خودم هم همچنان همی هست که صلح باشه تا تمام مردم ما به زیر چتر صلح خوش و خوشبخت زندگی بکنن. بله، از یک گپ ما خبر دارم، اما میخوایم که بینده عزیز ما هم خبر باشه، ازدواج کردین یا نه؟ نه خیر، نه فعلا ازدواج نکردیم. خب اگر قرار باشه که کسی همراه شما باشد و یک زندگی مشترک همراه تو آغاز بکنه و برای شما ایره یک چالش قرار بده که یا مرا انتخاب بکنه یا وظیفه ده، از بین این دو کدامش انتخاب میشه؟ واقعیتی تصمیم بسیار مشکل هست و ما هیچ وقت یک فکر نداشتیم، تا هنوز تصمیم ازدواج نداشتیم. چون میخوایم من ماستری بخوانم و بعد از ماستری بخیر به دکترا دیگه. او را آدم تقدیر قسمت گفته نمیتونه که به کدام حالت انسان تغییر میکنه، خوب به دست خود خداوند میمانیم. هر آن چیزی که خودشان لایق ما میبینن برای ما عطا بفرماین. دیگه وقتی که انسان ازدواج میکنه، امو اساس ازدواج
متقابل بودن است و هم مفکوره بودن است. وقت آدم هم مفکوره نباشه، هم زندگی یک جا پیشم نمیره. چون هر کس بخواه مرا یا وزیفه انتخاب بکنه، واقعا باید در دوش انتخاب کنن. چون انسان هم وزیفه انجام میته، وقت خانواده تشکیل داد باید به خانواده شان برسه و به وزیفه شان میتونه زن موفق باشه دیگه. خب میدونیم که چهارشنبه سوری یکی از رسوم عنعنات آریایی هست و میبینیم که چقدر یک آتش زیبایی هم اینجا ما آماده ساختیم که بعدا مست نه بسیار زیادی صدای گرگ همسایه هم میایه. خیلی دوست داره که دایی برنامه ما هم سعیم باشه و کاملا سرم خدا گرفت. حضور فیزیکی نداره صدایش میایی. بله می صدایش اتفاقا میخواه بگه که من دخیل هستم در برنامه. بله عزیز فکر کنم من بوی کباب در بینیش داده کنم. صد در صد کباب و ماماده است. ما خودتان به صبرانه منتظرش هستیم و گرگ هم سر بقرار شده. و از امی آتشی که هست اینجا من خیلی مطمئن هستم هر چیز برای آدم یک آرامش میده و یک چیز مخصوص باز خیلی زیادتر. از چهارشنبه سوری آیا تا حال کدام تجلیل داشتین؟ خودتان اشراق کردین؟ در موردش فکر میکنین؟ آتش چه پیام میتونه داشته باشه برای که ما یک سال را ختم بکنیم سال تازه را آغاز بکنیم؟ امی چهارشنبه سوری یا که آتش را که اینا چیز میکنن تمام غم و درد و تمام خاطرات بدی که در چیز مانده سال گذشته همینجا بسوزه و خاکستر شد تا با گرمیش تمام جای با گرمی و سبزی و همو گل که تازه میشه و گل میکنه و چیز تمامش در سال آینده بخیر یک خوشبختی رو ببار بیاره. بدون شک امانیه چون در مکتب چند مونده بودی؟ واقعیت میگم هیچ وقت پنهان نکردیم وقت شما مال سوال کردیم و هیچ وقت در درجه نامدیم و وقتی که در درجه نامدم تلاش میکردم فکر نمیکردم که من زیاد درجه باشم و چیز واقعا خیلی شاگرد تنبل بودیم و این را آرزو داشتم که روز بتانم من اول نمره و سپنتون فارغ شم. من اما اون فقط آرزو ماند. او آرزو ماند مگم آرزو را با یک چیز دیگه کور کردیم که باز به من آرزوی خود رساندم. امی سال بعدی من وقتی که مکتب خلاص کردم حتی حداقل باور کنین که من جرأت سر تخت بالا شدن نداشتم. میگفتم من اونجا برام بخوانم نگام چیز اشتباه شه و شاید سنفیم سرم خنده بکنه. بعد از او که پنتون رفتم انجینری را خواندم خلاص کردم و دشتما داخل شدم تمام کارهای بیرون را کردیدم اونمو برای من انرژی داد دیگه. همیشه فامیل کوشش کرد که میتونی تو توانمند هستی. وقتی فامیل آدم تشویق بکنه که توانمند هستی میتونی واقعا انسانم رویه بلند میره تا بتونم کار انجام بدم. و من وقت پنتونم خلاص کردم در درجه نامدم بازی در دلم ماند. وقت پنتون خلاص کردم وظیفه گرفتم بیشتر تلاش کردم آمدم پنزه حقوق علوم سیاسی رو باز انتخاب کردم و در این تلاش کردم که باید من در درجه بیایم. باز شد یا نه؟ نه باز وقت قدم و روزه این وقت قدم مبدل شد که من یا اول یا دوم شم. بسیار علی میخواییم که ریزی گپ بزنیم که گفتیم چند نمره هستین در مکتب و خیلی راحت و واضح گفتیم که این رقم واقعیت میگم چون کسای بانوهای هست که میگه ما نمیتانیم و یا از اون خطر من گفتم باش من رو بگم که درجه هم قدر مهم نباشه در مکتب در دانشگاه مهم هی است که آدم اونمو قدرت درونی شه که خودش در بطن چمو چیز خود داره اونمو را بروز بته بکشه تلاش کنه زحمت بکشه. هیچ تعلق به این نداره که ما چندم بودیم چقدر درس خوندیم اونمو چیزی که خودش میخواه را که هنوزمو چیز خود نمایش نداد استعدادش نمایش نداد. هر رشته که باش استعدادش نمایش نداد. مهم که در صنف اول نمره نشده در مکتب در دانشگاه هم که فعلا اینجا نشسته و همیشه شاگرد و موثر و کسی بودیم که آخر نمره بودیم. من فکر میکنم اول نمره گیره میتونن در خیلی از بخش های دیگه او را ثابت بسازن. اما از هوشی که داری بیا امشب استفاده بکن بر من سه دانه از واژه‌ای را بگو که اگه اونا رو سرچپام بخونی امو معنا رو داشته باشه. خدا کنه بتان مال اینا فکر کو دیگه نشون بده اگه دستم فاول نمره نشدی در دیگه بخشا میتونی باشی. زیاد وقت نداری مقصد سه واژه من ازت میخوام. مثلا نان آه دیگه توت آها دیگه دیگه
توت چی؟ توت است؟ نان است؟ توت؟ دیگه یک واژه دیگه پنج ثانیه یک فکر کنم دو نانو سه نه نانو رو برعکس که یک چیز دیگه از جور میشه چهار توانا میشه؟ نه 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 خوردنی یک واژه رو گفتن سه اگر بینده از من خود رو تو میکنم شوخی شوه خنده کنن باز نگوین که برنامه خسته کن بدم یعنی که میفهمی واژه سه امام بیا بگو خیلی نمقدر خنده بسن بود نه باشه یکم معمو شود جنده دیگر رو یکم تبصره کنه که چی میگه خان از دو واژه تو نسیم اختم ختم شد فقط امی دو واژه بود که گفتی و خوب است بد نیست حداقل در ثانیه یکم دو واژه رو تانیست که پیدا بکنی صحبت و حرفای خیلی شیرینی داشتیم با شما آمانیا جان و امیدوار هستم که این برنامه و بخشی که خودت همراه ما بودی خیلی ممنون یک خاطره بوده باشه برای هر دوی ما همه بیندای عزیز ما بیا داخل برای ما یک آرزوی تا بگو که میخوایی و زودترین فرصت در سال جدید برآورده شده در زودترین فرصت در سال جدید که برآورده شده آرزو خواه زیاد هست و من آرزو دارم چونو باید راز باقی بود آها راست نمیخوایی یعنی آرزویت نمیخوایی بگی نه باز آرزوی را که بگویم برآورده شوه باز خراب نشوه خونه خیلی یک نفر بفهم خیر باز در گوشم بگو بعد از برنامه خواستایی شدم تو میگم برای تا بازم خیلی ممنون تشکر میکنم پری جان تشکر از برنامه خوبتان واقعا برام خوش گذشت دیگه سال خوش خوب برای همه میخوایم برای خود همچنان سال پر از خوشی ها پر از موفقیت ها برای هر فردی که زندگی میکنه و ما را پرده تلویزیون میبینه خوشبختیشان آرزوی ماست سلامت خوش باشه همچنان قربانتان ممنون از همه شما عزیزانم که برنامه چهارشنبه سوری را از آرزو دنبال میکنین حال هم میریم به سراغ هوا جان و رویا جان که در بخش بعدی برنامه چی را مد نظر دارم